تو این ویدیو میخوام از معجزه سرمه براتون بگم، اتفاقی که برای خودم افتاد و به خاطر اینکه سالها ابروهامو باریک کرده بودم رویش ابروهام متوقف شده بود و تصمیم گرفتم که به صورت طبیعی و با حوصله با فرصت دادن به خودم دوباره ریتم رویش ابروهامو به صورت طبیعی شروع کنم. تقریبا 10-15 سال پیش ابروی باریک دوباره مد شد. منم چندین سال ابروهامو همینطوری باریک میکردم و غافل از این که ممکنه این ابروها در نیاد و همینطور هم شد اتفاقا. بعد از چند سال که دوباره مد برگشت و ابروی پهن مد شد، یکی دوبار رفتم برای میکروبلیدینگ و خب اونم میدونید که دردسرای خاص خودشو داره، نمیخوام زیاد تو این مقوله وارد بشم و بالاخره تصمیم گرفتم که با استفاده از روش‌های سنتی و با صبر و حوصله و هیچ عجله‌ای نداشته باشم و شروع کنم به تقویت ابروهام تا اینکه دوباره پیاز ابروها تحریک بشه و موهایی که ریخته یا برداشتم در بیاد. اتفاقا همین اتفاقم افتاد، منتها نه ظرف 6 ماه یک سال، من تقریبا چیزی حدود 2-3 سال سعی کردم که ابروهامو تقویت کنم با روغنهای ارگانیک، با سرمه و خصوصا سرمه طبیعی و واقعا میتونم بهتون بگم به صورت معجزه آسایی ابروهایی ریخته من در اومد و همینطوری که میبینید مقایسه میتونید بکنید ببینید که تقریبا حجم ابروهام 3 برابر شده. ببینید اگر که بخوایم به صورت مراقبتی و درمانی از سرمه استفاده بکنید شاید یه مقدار براتون حوصله بر بشه و بعد یه مدتی دست بکشید و خسته بشید و بذاریدش کنار، ولی اگر به صورت در واقع از سرمه بیاین به صورت یک لوازم آرایش استفاده بکنین و هر وقت که تصمیم داشتید که خودتون رو آرایش کنید، صورتتون و ابروهاتون و چشاتون و مداد ابرو رو و سایه ابرو رو بذارید کنار و با سرمه ابروهاتون رو آرایش بکنید، این کار برای شما سخت نیست و علاوه بر اینکه اون زیبایی که میخواین به دست میارین یه کار درمانی دارین روی ابروهاتون انجام میدین، روی مژه‌هاتون انجام میدین، خصوصا که با گذشت زمان و بالا رفتن سن خب به صورت طبیعی ابروها ریزش داره، تارای ابرو نازک میشه، مژه ها میریزه و خب این میتونه کمک کنه که در واقع هم ابروهای از دست رفتتون رو دوباره احیا کنی و همین که جلوی ریزش ابروهاتون رو به خاطر بالا رفتن سن بگیرید. همینطور مژه هاتون همیشه شاداب، چشتون شاداب هست. اینو من واقعا تو تجربه به دست آوردم، وقتی سالها از سرمه استفاده میکنید چشتون اون جلا و درخشندگی رو داره، مژه هاتون ریزش نداره، مژه هاتون پرپشت میشه و میتونم بهتون بگم که این معجزه بر من اتفاق افتاد. من هر وقت که خواستم آرایش داشته باشم ابروامو از سرمه استفاده میکنم و توی ویدیوهایی هم که قبلا درست کردم نحوه پر کردن سرمه دون رو آموزش دادم بهتون که در واقع وقتی سرمه استفاده میکنید نریزه پودر سرمه روی صورتتون و اون به هر حال درد سرای خاص خودش رو داشته باشه. بنابراین بهتون توصیه میکنم حتما این روش رو امتحان بکنید، صبر و حوصله داشته باشید، هیچ عجله‌ای نداشته باشید و به هر حال بگید که این اتفاق برای ابروهای من افتاده و من این درمان رو شروع میکنم و این پروسه رو شروع میکنم بدون اینکه عجله‌ای داشته باشم و کلن مواد آرایشی رو بذارید کنار و از این در واقع محصولی که این همه خاصیت داره استفاده بکنید و امیدوارم که شما هم بتونید به نتیجه دلخواهتون برسید، جاهایی که ابروهاتون ریخته و دوست دارید در بیات رو با سرمه پر کنید، با میله سرمه اون قسمت رو تحریک کنید، این خودش باعث کلاژن سازی هم میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، اگه اینطور هست حتما لایک کنین ویدیو رو، کانال رو هم سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.